أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال و بعد سلام و ادب داریم خدمت همه شما معتکفینی که موفق شدید در این ایام با فضیلت و با عظمت و در این روزی که در این شهر دو تا مناسبت بزرگ تقارن پیدا کرده که شاید در خیلی سالها این تقارن وجود نداشته باشه، هم میلاد آقا امام علی علیه السلام و هم اول نوروز و اول سال شمسی که هر دوی اینها اعمالی دارند و در کتاب مفاتیح الجلال صورت مفصل آمده و الحمدلله شما که در این سه روز و دو شب فرصت کافی دارید که از این اعمال استفاده کامل را بکنید. واقعا باز هم به عنوان تکرار در این کلیپ عرض میکنیم که مقام معتکف از مقامهای بلندی است که خدا اون را در پهلوی حاجیان خودش قرار داده و دو تا پیامبر بزرگ را در خدمت معتکفین قرار داده و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود. ما از دو تا پیامبر خود حضرت ابراهیم علیه السلام که از جمله پیامبران بولوالعزم بود و حضرت اسماعیل علیه السلام که شخصیتی که در جوانی و پیش از اینی که به پیامبری حتی مبعوث شود اونقدر تسلیم خدا بود که خود را آماده قربانی کرد و پیامبر گرامی اسلام هم افتخار میکند به این جدش و میفرمود که من فرزند دو ذبیح هستم، یعنی یکی حضرت اسماعیل علیه السلام و یکی جدش عبدالله، پدرش عبدالله که اون هم داستان دارد من شما میدونید. خب حالا وارد اون بحث ها نمیشیم و انشاءالله ببینیم سالهای بعد پرجوشتر شرکت بکنن و از این مسجدها و از این مراکزی که خیلی با زحمت و مشقت آماده شده و الحمدلله همه چیز هم آماده هست، لذاست که اگر ما استفاده نکنیم خب روز قیامت باید جوابگو باشیم. حالا فرصت اعتکاف ماه رجب گذشت، چون تا یک ساعت قبل هم اگر اونی میپیوستن میتوانستن، ولی اونهایی که از قبل از اذان صبح وارد مسجد شدن دیگر اعتکافشان آغاز شد. انشاءالله برنامه‌ریزی بشود و صحبت هم شده است که در ماه رمضان مثل سالهای قبل که الحمدلله جوانان زیادی در این مسجد معتکف می شدن، حالا مساجد دیگر فرق نمی کنند، هر مسجد جامعی انشاءالله پرجوش جوانان شرکت بکنند، چنانچه ما شاهد بودیم همین دو سال قبل که ما بنده هم توفیق داشتم که با جوانان معتکف باشم در اینجا ماه رمضان، از همونجا جوانی که حداقل یک شمن میشناسم که الان در حوزه قم هست و الحمدلله حدود دو سال است و قم هم که رفتم ایشان را دیدم، الحمدلله از جوانان موفق هست، چون در طول این دو شبانه سه شبانه روز انسان تفکر میکند، از جمله برنامه آینده خود را تدوین میکند. خب خیلی طولانی نکنم، امروز که
که روز نوروز هست این سال را خدمت همه شما و همه بینندگان که این کلیپ را می‌بینند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و خداوند انشاءالله این سال جدید را برای همه ما میمون مبارک قرار بدهد و این سال را آغاز عبودیت و بندگی ما هم قرار بدهد انشاءالله. بحثی هست که آیا نوروز مبنای دینی دارد یا ندارد یا نه این یک رسم باستانی فارسی زبان هاست. بگیم درست هست که نوروز از قدیم الایام بوده، یعنی وقتی ما میگیم سال شمسی یعنی تا وقتی که آفتاب بوده این هم بوده، خب یعنی از ابتدای خلقت نوروز بوده، چون بر اساس تغییر خورشید این انجام میشه. ولی دین مقدس اسلام وقتی که ظهور پیدا کرد مانند سایر ادیان سه کار انجام دادن مقابل چیزهایی که موجود بوده. یک دسته کارها را قلقم کرد، یعنی از بیخ ریشا کند. مثل چی؟ مثل دختر بزن زنده بگور کردن، مثل شراب خوردن، مثل قمار. اینها را گفت دیگه از بیخ ریشا باید از بین بره، مثل تعصب جاهلی. یک سری دیگر اصلاح کرد. مثلا چی؟ مثلا ازدواج به انواع و اقسام رو میشود. در قبل از اسلام چندین نوع ازدواج رو گفتن در همین عربستان و شبه جزیره عرب اون زمان. یکی از ازدواج ها برام ازدواج مقت که در قرآن هم آمده است که هر کس بچه بزرگ زن پدرش را یا ناماداریش را یا مادرندرش را به ارث میگرفت و با او ازدواج بکرد. اینا اصلاح کردید نه این چند یا با خواهر زن خود ازدواج میکرد. اما اقسام زنهای چی بود و بسار چندی بالاخره یا تعدد زواجات نامحدود بود، یعنی یک از زواج میگرفت صد تا زن میگرفت. اینا اصلاح کرد گفت نه این ازدواج ها کلش نباید باشد جز این ازدواج که با نامداری مثلا یا مادرندر یا زن پدر نمیتونه این دام انسان ازدواج بکنه، مثلا نامحبوب نمیتونه ازدواج بکنه. چندین چیز این ازدواج خاص که الان هست این را اصلاح کرد یکی رو داشت. یکی بعضی از چیزها را تعیید کرد، مثل که در عرب مهمان نواز بودن و خیلی خوب است. عرب ریش میگذاشت گفت درست است. عرب لباس های بلند میگذاشت گفت درست است. خیلی از موارد را تعیید کرد، چون این از فطرت قدیمی و یا بعضی هم میگن از ادیان قدیم جامده بود، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام دین حنیف میگن. از جمله نوروز، نوروز را هم تایید فرمودن ائمه معصومین علیهم السلام، هم مشخصا اون ابعاد منفیش را اصلاح کردن. مثلا آتش پرست ها در نوروز آتش پرستی میکرد، خب مسلما این آتش پرستی را محو کردن، ولی از همین فرصت استفاده کردن ائمه معصومین علیهم السلام و فرمودن بله شمایی که اعتقاد دارید به نوروز خیلی خوب است که این روز را تجلیل بکنید با این شرایط. که از جمله خب یکی از آثارش این هست که خیلی از مؤمنین و متدینین سر سالشان رو نوروز مشخص میکنند. خب این چیز بدی هست؟ این شرک هست؟ نه؟ همین نوروز هم ما یک جای یک از مؤمنین ما رو گفته که سر سال خود رو مشخص میکنند. خیلی از مؤمنین سر سال جان نوروز قرار داده چون سالشان شمسی است مشخص میشه. خیلی از مؤمنین قبل از نوروز حساب کتاب خود صاف میکنند. خب این چیز بدی نیست. حاسب رو قبل از تو حاسب، قبل از تو حاسب رو حساب کنیم قبل از اینکه حساب بشه. یکی از مؤمنین بزرگوار بود، تاجر بزرگی،
قبل از سال نو کل حساب کتاب را درست میکرد. بعد شاگرد خود را بفرستاد و اون مغازه هایی که ازش طلب داشت. یک بار این برو. اگر داد داد و اگر نداد به مسترد ما بخشش که حساب خود را به سال دیگر نمیزد. خب این کار بده هست؟ نه. یا خیلی از مؤمنین به این فکر میفتن که سال بعد ما چی کار میکنیم برنامه ریزی میکنیم. سال قبل ما این گناهان رو انجام دادیم، این گناهان رو نکنیم. سال قبل به اصطلاح به این کارها موفق شدیم، خیلی خوب هست. حساب کتاب خود رو میکنم و سال بعد از سال قبل تجربه میگیرم. خیلی از مؤمنین تذکر پیدا میکنن که بالاخره یک سال دیگه از عمر ما گذشت. موعظه میگیرن، پند میگیرن و میگن خدایا ما که دیگه کم کم به مرد نزدیک میشیم، سال درست هست نباشد اما ما بود نشدیم. خب این هم باید تعیید هست. لذاست که اینها از لحاظ عقلی و شرعی کلش باید تعیید هست. برعلاوه ما بعضی از احادیث از ائمه معصومی علیه السلام داریم که فرمودن در روز نوروز این کارها را انجام بدید. از جمله و این علتی که روز نوروز مصادف شده است با خیلی از حادثات و واقعات دینی. مثلا در روز نوروز کشتی حضرت نوح علیه السلام به زمین نشست. یعنی بعد مدت ها سرگردانی که قسمت از جهان یا کل جهان به آب گرفته بود، اینها آب قرآن میفرماید که ما آسمان گفتیم دیگر باران نبار و زمین را گفتیم که آب را بخور، آب را در درون خود بکش که اینها بالاخره در زمین بیره. در این روز نوروز بعد از این همه سرگردانی اونها آب زمین آب را به خود جذب کرد و اینها به زمین رسیدند. یکی از مهمترین واقعات این هست که روز نوروز مصادف شده بوده با روز عید قدیر، روز به ولایت رسیدن حضرت علی علیه السلام. لذاست که مردم افغانستان روز نوروز را با برافراشتن پرچم حضرت علی علیه السلام تجلیل می که در مزار که خیلی مقامات دولتی در حد رئیس جمهور و وزرا و اینها میرن، در زیارت سخی کابل مثلا خیلی از شهردار و خیلی از کسانی که در زمان قدیم با چاهار و اینها میامدن و اینها پرچم حضرت علی علیه السلام را چی سنی چی شیعه بالا میکنن. خب این چی کار بده است که اسم علی علیه السلام و پرچم علی علیه السلام را به خاطر اینکه این روز مصادف بوده با روز عید قدیر بلند میکنن و همه دعا میکنن. و یکی از کارهایی که کم کم مذهب شیعه در افغانستان رایج پیدا کرد همین واقعی نوروز بود. چون پادشاه‌ها و وزرا و همه میامدن و حضرت آیت الله العظمی حجت مرحوم ایشان در اون زمان در زمان ظاهر شاه بعد از صحبت هایی که می کردن دعا می کردن. یعنی تقریبا یک قسمت عمده کابلیان و دولتی ها اونجا می آمد و دعاهایی می کردن که دعا بود ظاهرش ولی در باطنش پیام بود. خب اون در روز شیعه رسمی نبود ولی در با که خدایا دولت ما را به اصطلاح حکومت ما را از ظلم و ستم و مظلومین نجات بده، اینها را هدایت میکنه. دعاهایی بود که در قالب دعا اما سیاست عمومی خود را اعلام میکرد که کم کم زمینه سازی حقانیت شیعه و رسمیت یافتن شیعه برقرار شد. یکی از چیزهای رسمهایی که در افغانستان مخصوصا داریم و قبل از تحمیل سال نو 365 بار این دعا را میخوانیم که ما از همون کوچیکی این را پدر ما میگویم که شروع بکنیم بخواندن که الان مثلا یک ساعت مانده و شما به اون لحظه تحلیل سال برسید که یا مقنب القلوب و الابصار
یا مدبر النیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن حال. چرا این دعا دعای عالی است؟ بعضی هم دیگه سند نداره، در حالی که اگر بگردن خب ترازوهای از این با نقلهای قسمهای دیگه موجود هست، ولی بگیم اصلا سند هم نداره. دعا که سند نمیخواه، چیز خوب خواستن از خدا که سند نمیخواه. یا مقلب القلوب و الابصار، ای کسی که دلها را تغییر میده، دلهای ما دلهای خوبی نیست، دلهاییست که پر از کینه، پر از حقد، پر از حالا این جمع نیست، حقد مثل من افراد شوق گناه، این حالا تحول میدی و تغییر میدی، اون ناصافی ها و ناپاکی هایش را از بین میبری. یا محول الحول و الاحوال، ای کسی که حالها را تغییر میدی، حال ما مثلا انداز دینی حال خوبی نیست، حال عبادت نداری، حال نماز شب نداری، حال روزه گرفتن نداری، خب تو کسی هستی که این حال را تغییر میدی. درست ظاهر را شاید دکتر دوا یک آمپولی، یک قرصی، یک دوری، ولی دل را که پیش کدام دکتر بریم جز خدا، جز عینی معصومی که دل ما را تغییر بده، یا متحول الحول و الاحوال، یا مدبر اللیل و النهار، ای کسی که تدبیر میکنی شب و روز داری، شب را روز میره، روز را به شب میره، شب را مایه آرامش قرار داری، روز را مایه برگرفتن و از نعمات الهی درست کرد. بعد این جمله آخر میگه حول حال ما الى احسن حال، پس این حال ما به بهترین حال تغییر کنه. آیا این دعا بلا هیچ سند نباشه، این دعا بهترین دعا نیست، یکی از بهترین دعاهایی نیست، یکی از بهترین مناجات نیست که خدا حال ما را تغییر بده به بهترین حال. خب لحظه تحویل سال امسال من که سایت ها رو مراجعه کردم دیدم که لحظه تحویل سال در سیدنی، بله در سیدنی ساعت 8:58 و 27 ثانیه امروز هست، یعنی حدوداً حالا ساعت چند هست؟ 8:58 یعنی تقریبا ساعت 9 صبح، بله حالا بالا 6:30 بجه است، ظاهراً 6:30 7:30 8:30 9 بسیار تقریبا 2.5 ساعت مانده. و بعد حالا بینندگان عزیز که این ویدیو را مشاهده می کنند، بعد نیست که این را هم بگیم که در کتاب مفاتیح الجلال شیخ عباس قمی این بخش آخر اعمال سال، یعنی اعمال سال شیخ عباس قمی از ماه رجب شروع کرده و ماه ربیع الثانی ختم کرده، ماه خدایی به اصطلاح ما و ماه قمری، بعد در فصل 11 آمده اعمال ماه‌های رومی و ماه‌های شمسی که از جمله اولی میشه اعمال نوروز قرار داده، و اگرچه فرموده که در اول هر ماه چیکار میکنن ولی در نوروز گفتن. خب فرمودن که بله این اعمال نوروز از کجا شروع کرده؟ بله دوم، خب چهارم، پنجم، یک صلوات خلق فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بله از اینجاست که اما اعمال عید نوروز بر چنان از که حضرت صادق علیه السلام و معندای ابن خنیس تعلیم فرموده که چون روز نوروز شود غسل کن و پاکیزه ترین جامه های خود را بپوش و به بهترین بوهای خوش خود را خوشبو گردان و در آن روز روزه بدار
پس چون از نماز پیشین و پسین و نافله‌های آن فارغ شوی، چهار رکعت نماز بگذار، یعنی نمازهای ظهر عصر، یعنی هر دو رکعت به یک سلام و در رکعت اول بعد از هم ده مرتبه. چهار رکعت دو رکعتی، یعنی دو تا دو رکعتی. خب و در رکعت اول بعد از هم ده مرتبه سوره انا انزلنا بخوان، و در رکعت دوم بعد از هم ده مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون، این دو رکعت اول. و در رکعت سوم، یعنی اون دو تا رکعت دوم را که می‌خوانیم، در رکعت سوم بعد از هم ده مرتبه سوره قل هو الله احد، و در رکعت چهارم بعد از هم ده مرتبه قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بخوان، و بعد از نماز و سجده شکر برن و این دعا را بخوان. یک دعای خیلی کوتاهی هست که این را بخوان: چونین کنی گناهان 50 ساله تو آمرزیده شد. این از باب صادق علیه السلام است که میتواند در مفاتیح مراجعه بخوان. و بسیار بگو یا در جلال و اکرام. پس این شیخ عباس قومی هم که از محدثین و طبقت محدثین هست، از محدثینی که خیلی روایات و دعاهای سقر و راست و درست را آورده است، ایشان هم اعمال نبوت را تعیین کنند. به هر حال ما اگر کسی این کلیپ را در ایران در افغانستان مشاهده می کنند، ما امسال را برای همه اونها مخصوصا و برای همه مؤمنین در هر جای عالم که هستند و مخصوصا معتکفینی که در این مسجد و اعتکاف پرداختند تبریک و تهنیت عرض میکنیم، و انشاءالله همه مخصوصا این معتکفین در رأس حوائجشان فرج آقای امام زمان حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین را اطلاع و مخرج مجددا را قرار بدهند، که با فرج اونها همه کارهای ما هم انشاءالله درست میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی